فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان با ما همراه هستند. خانم کنعانی وقت شما بخیر. تا این لحظه ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشون میده که بخش زیادی از مردم با این فراخوان‌های سه روزه ابراز همراهی کردن و همراه شدن. ارزیابی شما از ادامه خیزش انقلابی مردم چیه؟ درود بر شما. خب ما از روزی که جریان انقلاب دیگه وارد مرحله‌ای شد که تقریبا بی بازگشت بود و به اصطلاح به انقلاب تبدیل شد و از قیام تقریبا خارج شد، عنوان کردیم که این جریان ادامه داره به چند دلیل ساده. اولین دلیل شدت خشونتی هست که نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه معترضین اعمال کردند، از فراخوانی که در مجلس امضا شد و بعدها تکذیب شد اینکه باید تمام معترضین اعدام بشن در نظر بگیرید، تا شدت خشونت در سرکوب در خیابان‌ها و شکنجه ها، آزارها، گستردگی بازداشت‌ها و غیره. اینکه مردم و به عبارتی مبارزین در خیابان به بهترین نحو متوجه هستند که اگر بخوان این قیام رو در مرحله‌ای که هست، یعنی در این مرحله انقلابی که دیگه مرحله بدون بازگشت هست، نیمه کاره رها کنند، اتفاق بسیار نامیمون و نامبارکی در کمینشون خواهد بود. شدت سرکوب ها حتما بیشتر میشه. ضمن اینکه ما الان توجهات جهانی رو به بهترین نحو تونستیم به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران جمع کنیم و ابتر گذاشتن این جریان میتونه اثرات جبران ناپذیری برای ادامه این مسیر و مبارزه با جمهوری اسلامی داشته باشه. بنابراین همونطور که میشد پیش بینی کرد و همینطور که شعور جمعی در ایران به خوبی به این منطق دست پیدا کرده، این مسیر باید ادامه پیدا کنه. اعتصاب ها و تحریم ها به جرأت جزء کم هزینه ترین روش هایی هستند که در اینجا میبینیم توسط مردم به کار گرفته. خانم کنعانی، شما به این اعتصاب ها اشاره کردید، چقدر این گسترش اعتصاب ها در این روند خیزش انقلابی مردم ایران موثره؟ آیا میشه گفت به نقطه ای رسیدیم که بازاریان دارن یک خط تکلیفی مشخص میکنن، تعیین تکلیف میکنن با حاکمیت؟ قطعا همینطوره. ببینید، اولا این اتفاق بسیار بزرگیه. شما در نظر بگیرید در شرایط اقتصادی شکسته ایران در اعتصاب رفتن واقعا حرکت معادل از خودگذشتگی باید حساب بشه. اینطور نیستش که وضعیت اقتصادی شرایط اقتصادی مردم ایران به گونه‌ای باشه که بتونن 3 ماه دست از کار بکشن و همچنان چندان در معیشتشون خلل ایجاد نشه. بنابراین هر نوع اعتصاب و تحریمی از نظر ما بسیار محترم هست، بسیار فداکارانه است و واقعا تمام قد به احترام می‌ایستیم در برابر عزیزانی که میپیوندند. گستردگی جغرافیایی و بازرگانی، یعنی اینکه در اصناف مختلف وقتی که اعتصاب توش اتفاق میفته برگ برنده ما. به عبارتی هر چه این گستردگی بیشتر باشه، ما همیشه از جمهوری اسلامی به یک اژدهای هفت سر مثال میزنیمش، با یک چنین کلمه‌ای، بیشتر از سرهای این اژدها رو تونستیم قطع کنیم. چون بیزینس جمهوری اسلامی یک بیزینسی هست بسیار کراپتد، بسیار فاسد و وابسته به اصناف مختلف. به قولی تخم مرغ‌هاشو در سبدهای گوناگون گذاشته. بنابراین بهتره که ما در حد اکثر بیزینس‌ها یا اصناف مختلف این اعتصابات رو داشته باشیم تا مطمئن بشیم که همچنان شاهرگ اقتصادی رو بسته نگه داشتیم و امکان رسیدن امکانات مالی که در نهایت هم برای نیروهای سرکوب یا برای فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی مصرف میشه به سیستم وجود نداشته باشه. گستردگی اعتصابات از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ زمانی میتونه برگ برنده ما باشه. این رو عزیزانی هم که انقلاب‌های دیگر رو مطالعه کردن یا حداقل انقلاب اسلامی ایران رو به خاطر دارن احتمالاً میتونن تایید کنن. سپاسگزارم. مهمان ما بودید فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان.